تو نبودی که تیر زدی به خان؟ شایدم میدونی و صلاح نیست فاش کنی. کاش میگفتید که دوست دارم بشنوم. کم نیست خطا به خود سریای بهادر. وقتی جلوی خوانین مهمان خان اعلام کرد که بهادر و طایفش رو بخشیده، شاید حق نبود اون بخشش. باید مجازات می شدم. خان نسبت به من و طایفه شکاک و بددل بود. البته پشت سرم دروغه های زیادی گفته بودن به خان. برای همین هر قسم و آیه ای که خوردم با من خوشدل نشد. خب خان جای ارباب و رئیس ماست، جسارت نمی کنم به او. باور کنید هر مجازاتی هم که تعیین می کرد برام لب به شکایت باز نمی کردم. ولی خان به جای من یک طایفه رو مجازات کرد، انتقام گرفت از پازن. با کوچ ممنوع حتی به بچه های صغیر و زنان باردارم رحم نکرد. کاری کرد که پازن تناب به بافه برای دار خودش. برجی که با خون دل ساختیم شد قاتل جان ما. تازه به اینم راضی نشد خان. بدترین و کین دوست داریم جلاد و گذاشت بالا سر ما، کسی که میخواست سر به تن پازن نباشی. افراد طایفه مثل برگ خزان میمردن یا قربونی تیر ترکش سرخو میشدن. 63 نفر از بهترین افراد طایفه خوابیدن سینه سرد خاک سردسیر. زنها و بچه ها و پیرمردها هیچ گناهی نداشتن توی اون سرمای طاقت سوز زنده به گور بشن. باز هم گفتم تقصیر از بهادره. اومدم پیش خان که هر بلایی میخواد سر من بیاره ولی طایفه رو ببخش. زیر بار نرفت. فکر میکرد من حکم ایلخانی رو از او گرفتم. مصمم بود که اسم پازن رو پاک کنه از صفحه ی روزا. ای کاش ملک بانو به ساتت نمی کرد و خان منو می کشت. راهی جز این نبود. خوبه خودت صادقانه اعتراف کردی. منم وقتی مطمئن شدم تیر انداختن کار سرخونه بوده تحقیق کردم، فهمیدم بهادر از جلو تیر خورده، از پشت سر. شاهدی هم پیدا کردم که دیده بود سیفور پسرت همون روز از استبل خان اسبی دزدیده. سیفور گناهی نداشت، از من دستور میگرفت. اگه پنهان کردم تا حالا فقط به خاطر طایفه بود. ترسم از این بود که خبر به گوش دوام برسه و تفنگچی بیاره برای کشتار طایفه. پس به قوام هم فکر کردی؟ چرا فکر میکنی فتح‌الله خان مسئول همه ی این مصیبت هست؟ همه ی مقدرات ما دست خان بود. باید عمیق‌تر ببینی و بیشتر فکر کنی. توی این مملکتی که فتح‌الله خان هست قوام هم هست، شاهزاده ها هم هستن، شاه هم هست، و از همه بدتر انگلیس هست. من اگه میخواستم انتقام بگیرم
بعد سرخو رو میکشتم. من دنبال راه بودم برای طایفه به هر قیمتی. مهمترین مانع خان بود. با اینکه خان الان زنده است، ولی من به عنوان جانشین خان قاعدتاً باید بهادر رو دستگیر کنم و جلوی مردم دار بزنم. آمادم برای مجازات. ولی من قبول کردم که در حق شما ظلم شده و بهتره هر دو طرف با بخشش به این درگیری طولانی خاتمه بدیم. ولی خان و ملک بانو و دیگران مثل شما فکر نمی کنن. از این حرفایی که زدیم هیچ کس جز من تو خبر نداره. واقعا؟ ممکنه شک و شبه هایی باشه و حدسایی بزنن، ولی فقط من و تو حقیقت رو میدونیم و همینجا دفنش میکنیم. بهادر، تو قهرمان مشروطه ای، قهرمان مردم شیراز. به گردن همه ما حق داری. من میترسم. این حرفا رو نمیفهمم. فقط اینو میدونم که تاوانش یقه من و ایلو میگیره. چه بخوای چه نخوای قهرمان شدی تو. قوام برای اینکه از تو یه شهید نسازن، کشتن تو و کشتار طایفه تو رو ممنوع کرده. اگر نه اثری از شما نبود الان. پس این حرف ها به نفع تو هم هست. تو درگیر یک بازی بزرگ شدی، خیلی بزرگ. بازی که ممکنه ملکی انگلیس، تزار روس و شاه ایران رو هم درگیر کنه. پس اگه اینطوره راهی نشون بدید که بهادر دیده نشه، فراموش بشه برای همیشه. خودت فکر میکنی شدنی باشه این کار؟ هیچ راهی نیست بهادر جز جلو رفتم. چشمایی من نگاه کنی، چشمات از کاسه در میارم. ببخشید اشتباه کردم، اشتباه کردم سرخان. ببخشید، اینجا حواستون باشه، حرف اول و آخر من میزنم. سرخو کردم، اشتباه کردم. بی همه چیز هر اون لقمه توی این قره تو، هر چی که من بگم باید بگی چشم. فهمیدی یا نه؟ بی همه چیز. دلم می سوزه پدر جان، درست نیست حالا که شما زمین گیر شدین قلعه دور تو ناز و نوازش اداره بشه و هر نوکر بی سر و پایی دم در بیاره و هر غلطی هم که دلش خواست بکنه هیچکی هم نتونه بهش بگه بالای چشمت ابروه. این برادرای ناز پرورده شهری ما هم که از عهده یک مش ایلیاتی قلچماق حرف نشنو بر نمیان. نمونش همین بهادر و طایفه پازن. بعد از این همه گردن کشی و آزار، بعد از اینکه جرأت کردن به شما تیر بزنن، الان رفتن توی زمین اربابی اتراق کردن. اون بهادر بی همه چیزم همینجور آزاد و بی خیال برای خودش میاد و میره. هیچ کی هم کاری به کارش نداره. بهادر؟ بله بهادر. نمک به حروم چش دریده. تا وقتی که همینجا جلوی ارباب نگی از چی شنیدی، آش همین آشه. من چیزی نشنیدم. حرف میزدی یه چوب بکنم تو آقامه.
اگر دیر رسیده بودیم کشته بود فتاح رو. از دستش در رفته. نه عمدن زدمش. مریض این. این رفته به یکی گفته که پایدار خان به نامدار خان گفته الان وقتشه شر سرخو رو کم کنیم. در حضور شما باید بگه از کی شنیده. فتاح تو گفتی؟ شما از کی شنیدی که فتاح اینو گفته؟ خیلی زرنگی. درسته شما شهر رفته ای، ولی منم به اندازه خودم تقدیر دارم. تدبیر همین. بالاخره یه نفر باید این آشفته بازار رو جمع کنه یا نه؟ من جمعش میکنم. پدر جان، عامل اصلی و کلان این آشفته بازار خود سرخوست. اگر دیگران گستاخند که نیستند، عمل جناب سرخو کم از گستاخی نیست. هر جا نقص و کاستی هست باید به من گزارش بشه. من هم مکلف شدم که بدون مشورت شما و برادران عزیز کاری نکنم. اما حالا که بی‌پروایی و جسارت از حد گذشته، پیشنهاد میکنم که از این ساعت جناب سرخو برگرده به بهونه خودش. وقتی بنده سر و سامانی به اوضاع آشفته ایل دادم، مجلسی برگزار میکنیم با حضور شما و سهم الارث سرخو رو معین میکنیم و نقدن انتقال میدیم به او. سرخو هم کتبن تقبل میکنه که سهم خودش رو دریافت کرده و هیچ ادعایی نداره. البته ما همچنان برادر به حساب میایم و حق و حقوق خیشاوندی محفوظ میمونه. فقط فعلا با هیچ کس و در هیچ جا در مورد این موضوع حرفی نمیزنیم تا موقعی که شما تصمیم بگیرید علنی بشه. ایرادی هست به نظر شما؟ شما که برادرای من به حساب میایین، از همون اولش هم برای من توطئه کن بودین. توطئه گر. همین. این حرفا فقط از یه مغز علیل برمیاد. آخه قابل توطئه هم نیست. میخوای بگم کی به فتاح گفته؟ خیلی خوبه، بگو. لازم نیست، این مسئله دیگه تمام شده. بگم خان. گفتم لازم نیست، این مسئله دیگه تمام شده است. بگم. میگم بسته. خب پس با این حساب اگه دیگه حرفی نیست، من برمیگردم به هون خودم تا وقتی که خان خبرم کنه. درسته خان؟ برم خان؟ برم. گم شو. دوراب. بهش رسیدگی کن. پدر، این اتاق براتون خیلی تنگیه، مردم میان دیدنتون، چرا نمیاین اتاق ملک بانو؟ راحت نیستم. راحت نیستید یا اینکه اونجا راحتتون نمیذارن؟ بیاین این یکی اتاق. زشته پیش مردم. با اجازه. نامدار، تو بهادر و طایفه‌شو بخشیدی. چرا؟ قبول کنید که بهادر و طایفه‌اش به قدر کافی مجازات شدن و تاوان پس دادن. نه قبول ندارم که تاوان پس داده باشه. پدر جان،
کم نیست 63 کشته. اگر خبر داشتی که بهادر طایفش چه خونها به جیگرم و چه ظلمها به من کردن، این حرفو نمیزدی. خبر داشتم پدر جان، ولی ای کاش شما هم خبر داشتید که این مرد و طایفش چه مصیبت ها کشیدن، به خصوص از دست این سرخو طاقت شکن و توان فرسا. به هر حال من رسیدگی کردم و به نظرم این مسئله هم مثل مسئله سرخو تمام شده است. کشتی را کشتی بار دیگر آمد. پدر جان، من فقط به قدرت و حشمت شما فکر میکنم. چرا به طایفه پازن مثل یک سرمایه‌ای نگاه نمیکنید که به شما تعلق داره؟ ایل پوسان باید قدرت و زور داشته باشه. قدرت خان جدایی از قدرت ایل نیست. توی چند سال گذشته قدرت ایل مکنتش و شوکتش افت کرده جدی. اگه شما توایفی مثل پازن رو هم از دست بدید، قدرت خود شما افت میکنه. خدا نیاره اون روزی رو که هر کسی جرأت کنه امر رو نهی کنه به فتح الله خان. میدونم پازن کم آزار و اذیت نداره، اما تحمل کنید و بگذارید دشمنان بترسن از پازن کما اینکه میترسن. بهادر وایسا. دوست بی وفا، تو اینجا؟ باور نمی کنم. سلام مستر نایر. راستی یادم رفت، سلام، ببخشید. اتفاقی تصمیم گرفتم از این مسیر بیام، تو رو که دیدم هول شدم. از هول دیگ شما چی میگید؟ از هول حلیم افتادم توی دیک. به قول ایرانیا. به قول ایرانیا. دست منو خوندی یا ناجنس؟ زبان فارسی توی دنیا بی نظیره. راحت بازه که هر چی تو دلته به زبون بیاری. چی بود اون عبارت خیلی زیبا؟ من توی آسمونا دنبالت میکشتم، اینجا پیدات کردم. حالا کجا میری؟ زمین اربابی، همین پشت. مهمان ما باشید. چشم، با کمال میل، اما به موقع. حالا منت بذار و افتخار به من بده که برسونم. بیا بالا. هیچ کس خواهش یک دوست رو رد نمی کنه. خواهش میکنم. وقتی سراغ می گرفتم از تو، چه سخت بود شنیدن این جواب که یک نفر هم از سرمایه سرسیر جان به در نبرده. بله، به لطف خدا از مرگ حتمی نجات پیدا کردیم. چه آدم هایی مثل برگ خزان رو زمین ریختن و ما رو ترک کردن. الانم طایفه وضع خوبی نداره. فعلا به لطف نامدار خان اتراق کردیم تو زمین اربابی. فقط بهادر قدرت معجزه داره. برگشتن پازن از سرسیر شبیه معجزه است. وصف دلاوری و پایداری بهادر و همینطور طایفه زیاد به گوشم میخورد، اما الان به چشم میبینم. افسوس که بیرحمترین و بدترین دشمن پازن آزاد شده. من هم به جایی رسیدم که یا باید امنیت حفالی و انتقال نفت رو تضمین کنم یا از خیر نفت بگذرم.
ولی اولی رو انتخاب کردم. حالا به هر قیمت شده باید این امنیت رو تضمین کنم. وقتی اتفاقی دیدم تو رو به خودم گفتم نوئل، اقبال به تو رو کرد. باور کن من با شاه ایرانم اینطور جلسه نمیذارم و حرف نمیزنم. چرا؟ چون فایده نداره، وقتم تلف میشه. ولی وقتی به بهادر نگاه میکنم، در وجودش یه دوست و همپیمان واقعی میبینم که ارزش داره براش وقت بذارم. انتظار دارید که بهادر تبدیل بشه به مأمور دولت انگلیس؟ مأمور دولت انگلیس؟ نوئل هم مأمور دولت نیست. استخراج نفت هیچ ربطی به دولت انگلیس نداره. ببین، ما باید با هم متحد شیم که هر وقت بحران یا مشکلی پیش اومد به کمک هم بیای. اگر بین شاه انگلیس و شاه ایران اختلافی پیش بیاد، من کدوم طرف رو باید بگیرم؟ اختلاف دوتا شاه ربطی به من و تو نداره. این یه معامله است بهادر. یه طرف قرارداد من هستم که به تو پول میدم تا امنیت بخرم، و چیزی که امنیت منو به خطر بندازه تو رو هم درگیر میکنه. قبول کن الان وضع خودت و تایپ مثل دوره نقاهت این مریضه. باید نیرو بگیری و تقویت بشی. تا رسیدن به بهبودی کامل راه درازی رو در پیش داری. من بهترین شرایط رو پیشنهاد میکنم. تو هم در وضعیتی نیستی که بخوای شرط تعیین کنی، به خصوص که الان سرخو هم آزاد شده و آماده است دوباره زهرش رو بریزه به تو. اگر قرار بود که من از سرخو بترسم، این همه بدبختی نمیکشتم تا حالا. پس اگر تو به من کمک نکنی، مجبورم از امثال سرخو کمک بگیرم. من راه خودمو میرم، شما مختارید. پس تو حاضری جایی زندگی کنی که سرخو قدرت بلا منازعه اونجا باشه؟ الان سال هاست که سرخو با من دشمنی میکنه، منم جلوی اون کم نیاوردم. یغما جان، اینجا معمول نیست که از خانوما کسی بیاد بیرون. محبوسشم تو اتاق؟ خیلی خوب، از یک کالسکه همه هنگ میکنم با هم بیریم یه چرخی میزنیم، خوبه؟ خسته شدم، باید برگردیم تهران. به همین زودی؟ خوشانده خانم، خوشانده خانم، خیلی خوش اومدی. ماشاءالله خدا، ببین چی برشم دادی. ماشاءالله بیا پایین. بودو. آی کلا. خدا رو شکر. بری شو بالا. مواظب باش. سلام حسن، بفرمایید. بریم بچه‌ها، بفرمایید شما. بفرمایید تو رو خدا. ببخشید.
سر صدا نمی‌کنین. باشه بچه‌ها، سر صدا نمی‌کنین. مرتب مؤدب، بابا بزرگ حالش خوب نیست. خب، بیا، بیا خلیل. خب پس شنیدین چی گفتم دیگه؟ آره؟ بله. خب حالا همونجوری که من میگم میریم تو. اول خلیل وایسه. پشت سرش جلیل، حالا گلبهار، بعدش هم امیر. آفرین. بچه‌ها ببینید، بابا بزرگ حالش اصلاً خوب نیست. خب؟ خیلی آروم، مرتب، مؤدب میرین تو. دستشو میبوسین میرین کنار. باشه؟ خب پس اول خلیل میره تو، هدیهشو میگیره، میگه خیلی ممنون. حالا جلیل میره، هدیهشو میگیره، میگه خیلی ممنون. بعد گلبهار میره، هدیهشو میگیره. بعدش هم امیر میره، هدیهشو میگیره، میگه خیلی ممنون. انشالله به زودی بلند میشی. انشالله. سلام. علیک سلام. خلیل، خلیل بابا یا خلیل، حالا آروم آروم. سلام خوشحال جانم. خوش اومدی. ممنونم. بفرمایید. سلام ورتاش خانم. سلام، خوش اومدی. خوبی هورناز جان؟ سلام کوشانه خانم. فتاله خان شما خوبی؟ الحمدلله. امیدوارم که دیگه خوب خوب شده باشی. خیلی ممنون، خیلی ممنون. خوش اومدید. الحمدلله. امیر اذیت نکن بابا بزرگ. شما شتوشانی جان، چه زیارت رفتی؟ جای شما خالی. قبول باشه ان شاء الله. خیلی ممنون. بیاین بیاین مگه بابا بزرگ میخواد جایزه بده. یکم برو. برو شو خلیل بشین قشنگ بشین اینجا. بابا بزرگ میخواد جایزه بده. این برای امیر. آقا امیر خودم. بگو برای گلبهار. خیلی ممنون. برای آقا جلیل. آقا جلیل. خیلی ممنون. برای آقا خلیل. اینم آقا خلیل. الهی فداشم. بیا آقا جان. ماشاءالله. بدرتی. قربانت برم. بله، اینم برای نازدان. نازدان بابا جان. بگو من. خیلی ممنون. اینم برای ابراهیم. ابراهیم بابا جان. اینم برای آقا رحمان. رحمان جان. بی بابا جان. ماشاءالله ماشاءالله. یغما وانمود میکرد نازا بودن برایش مهم نیست، اما نمیتوانست احساس درونیش را پنهان کند. بیا تو مادر. خسته شدم بابا. خواب دیگه بچه ها، پدر بزرگتون میخواد استراحت کنه. برید بیرون همگی. پاشیم بچه ها، پاشیم بریم. پاشو پاشو خلیل جان، پاشو بریم. بابا بزرگ حالش خوب نیست. امیر پاشو پاشو دیگه، بیا مامان. بودو بودو. خدا رو شکر حالتون خوب شده. کباب رو که خوب میخورید. وقتش به این توصیه های دکتر مسترم عمل کنید. خدا شکر که بچه های خوبی مثل شما دارم. نامدار کجاست؟ نهار نمیخوره؟ پس که خودشو مشغول میکنه. میرم دنبالش. بگیرم. خان، نامدار خان، وقت نهاره. الان میام. مگه دوراب به شما نگفت ببریدش پیش حکیم؟ اصلا دوراب رو دیدید؟ بله، رفته پیش مستر موهل. کی به شما گفت؟ برادرم دوش که چیچه. بسیار.
گفتی نظرت چیه؟ چی؟ باید برای من مقبون به صرفه باشه. مقبون؟ شما که زبون ما حالیتون نیست، همین یعنی بی صرفه نباشه، با صرفه باشه، یعنی مقبون. آه، الان متوجه شدم، مقرون به صرفه. آفرین، حالیت شد. توی همین مدت کوتاه حسابی خودتو تو دل من جا کردی سرخو. دام هم اینجور، زبون ما خوب حالیت نمیشه، اما فارسی رو خیلی خوب حرف میزنی مثل من. اصلا دیگه احساس نمی کنم غریبه ای، انگار اهلی شدی. عجب، جالبه برام، حتی خودم هم نمیدونستم. خوشحالم که مثل بقیه انگلیسی ها وحشی و بربر نیستم. نه نیستی. اگر پیشنهاد من مغروم به صرفه باشه، حاضری اگر مجبور شدی مثلا دست رد بزنی به سینه یه به سینه کی؟ فتح‌الله خان. همون کسی که هر وقت اراده کنه میتونه لباس زنونه تنت کنه. من الان دیگه به اختیار خودم هستم، از هیچ احد و ناسی هم دستور نمیگیرم. سرخو، میتونم یه سوال ازت بپرسم؟ بپرس. ببین، اگر به فرض محال روزی فتح‌الله خان و ایل پوسان به چاهای نفت حمله کنن، سرخوی ما چطور به عهد و پیمانش وفادار میمونه؟ وفادار میمونم. آها، بسیار. ولی به رسم خودم، شما امنیت میخواید؟ مهیا میکنم براتون. برای اینکه بهتر همدیگر رو بشناسیم باید مرحله به مرحله پیش بریم. پیش بریم. مثلا با 100 لیره طلا. صد لیره طلا قیمت سرخ و پایین آوردی مستر. من الان فرزند ارشد خان به حساب میام، کلی ملک و املاک نصیبم میشه فردا روزی. 100 لیره. فرزند خان؟ فرزند ارشد. ارشد؟ بله. حالا فهمیدم، شایعاتی به گوشم خورده. شایعات نیست، حقیقته. بعدم خبرهای خوبی به گوشت میرسه. خوشم اومد.
رفتار داره برام خوشایندتر میشه. خیلی خوب، اگه اینطوره خودت پیشنهاد بده. من به خودم که نگاه میکنم بیشتر از این پسرای خان برادرام ورث و جنم دارم. این جوجه فکالی های شهری تو کار ایل و ایلخانی هر رو از بر تشخیص نمیدن، ولی من خیلی سرم میشه. شما باید یه کاری کنید، یعنی من باید بشم ایلخان. آفرین ایلخان. از این به بعد پازنیا و مرداشون دیگه نوکرای ما میشن، زناشون هم میشن کلفتای ما. خوب گوشت واکن، صدای بعدی که میشنوی صدای پدرت نیست.